و هم ساده ترین راهی که میتونیم باقالی رو از پوست دوم در بیاریم و استفاده کنیم. سگ باقالی خور و خیلی خوشمزه است، جز تنقلات گیاهیه که زمستونا هم قدیما خشک میکردن، برای زمستونا استفاده میکردن. سلام میکنم خدمت همه دوستان و همه عزیزانم، همه همراهان گرامی. امروز در خدمتتون هستیم با یه سری کارهای خانومونه و زنونه. یکی از کارهایی که خانوما، حالا نمیدونم دوست دارن یا مجبورن، نمیدونم، من خودم دوست دارم، که تو فصل بهار انجام میدیم پاک کردن باقالیه. من خودم خیلی باقالی تازه رو دوست دارم. این باقالی ها رو از مزرعه خانم کیا چیدم. ببینید چقدر ترد و شکننده است. توی ایران موقع که خیلی این باقالی جوون هست و به اصطلاح تازه رسیده، خیلی با این پوستش میپزن و استفاده میکنن. و این مقدار که مغزدار شد، به این شکل شد، ما داخل آب میپزیم و همینطوری با پوستش میخوریم که یه میان وعده محسوب میشه و خیلی خوشمزه است، جز تنقلات گیاهیه که زمستونا هم قدیما خشک میکردن، برای زمستونا استفاده میکردن، که ما الان توی فریزر نگه میداریم و استفاده میکنیم. خب عزیزان، اینجا امروز من میخوام که توی این برنامه به شما بلاند شدن باقالی رو یاد بدم که خیلی از دوستان بلدین، هم بلاند شدن و هم ساده ترین راهی که میتونیم باقالی رو از پوست دوم در بیاریم و استفاده کنیم، که هم توی فریزر که میذارید آماده میشه، خیلی راحت تر استفاده میتونید بکنید برای لای پلو، باقالی پلو، و همین که پزا میمونه، سبز میمونه توی بر اثر یخ زدگی تو فریزر، از بین نمیره تازگیش، و همین که یه دونه خوراک باقالی خوشمزه با یه طعم و عطر جدید رو میخوایم با هم تجربه کنیم که من امروز در خدمتتونم. باقالی میخوای لدی؟ آره ماما بدم؟ بیا. نه نه اونطوری نده بهش، بذار پوست کنم، بذار پوست کنم، پوست بکن بهش. لدی بیا بیا. قربونت برم، من نمیدونم چرا باقالی دوست داره. سبزیجات دوست داره. حتی من باقالی پخته بهش میدم یه وقتایی همراه غذاش. خیلی بزرگه، اونو نمیتونه باقالی. با پوست بود بچه، اما با پوست نده بهش، دلش درد میکنه. سگ باقالی خور. حتی لیدی خیلی سبزیجات تازه دوست داره، فلفل دلمه شیرین هم میخوره. نه بذار من چیز کنم پوستش رو، الان حواسش به بچه های تو کوچه است. لیدی نمی، اینقدر متعادله، همین یکی دو تا دونه رو بیشتر نمیخوره. نمیخوای دیگه؟ ببر پایین، ببر پایین. خب اینم از باقالی خوشگل ما که پوست اول در آوردیم. پوست اولش معمولا راحته، ولی پوست دوم یکم اذیت میکنه. پس بریم که با هم بهترین روش پاک کردن باقالی رو یاد بگیریم. مقداری از این باقالی رو میخوام که بپزم، به عنوان عصرونه بخوریم، و طرز پختش رو دوست داشتم شما هم ببینید. حالا من اینو پختم بهتون نشون میدم، حالا تا الان بشورمش بعد بیارم خدمتتون. به این باقالی که شستم میام، برای این مقدار یه قاشق چایخوری زیره سایده شده، یه قاشق چایخوری پر نمک و یه قاشق چایخوری پر فلفل قرمز،
که هر کدوم اگه دوست داشتین میتونین کمترم بریزین، ولی مطمئن باشید خیلی بهتون طعم آزاردهنده رو نمیده، چون قراره که آب فراوونی بره روش و بذاریم بپزه. فقط در حد متعادل از این ادویه ها طعمش وارد این باقالی میشه. برای بلانچ کردنمون اومدم آب و گذاشتم جوش اومده و یه مقدار نمک بهش اضافه میکنم و به آب جوشیده شده باقالی رو اضافه میکنم، میذارم تا با باقالی 5 دقیقه بجوشه. یعنی وقتی باقالی رو ریختیم از بعد از ریختن دوباره جوش بیاد و 5 دقیقه بجوشه. بعد از 5 دقیقه زیرش رو خاموش میکنم و بلافاصله آب کش میکنم. و بعد از آب کشی میریزیم تو آب یخ. پختش متوقف بشه. خب عزیزان، این شوکی که بهش وارد کردیم باعث میشه که خیلی راحت این باقالیامون از پوست جدا بشه و هم پاکش کردیم هم بلانچ کردیم. چرا که بیایم به سختی پوست باقالی رو بگیریم بعد بلانچ کنیم، اینطوری خیلی راحت تره. اینقدر که بلانچ کردنش باعث میشه راحت پوست کنده شه، آدم دوست داره که تون تون پاک کنه. این چقدر سبز و قشنگ شد. توی این فاصله تا باقالی بپزه و بیارم خدمتتون، میخواستم که چند تا از اسامی دوستانی رو که خواسته بودن نام ببرم و یکی که خیلی خاص بودن خودم خواستم ازشون تشکر بکنم رو نام ببرم. و یه متن خیلی زیبا به دستم رسیده بود که دوست داشتم برای شما بخونم. اول اسامی رو میگم: خانم باران قوامی، خانم باران قوامی عزیز، با متن‌ها و کامنت‌های پر انرژیشون همیشه ما رو همراهی میکنن و من میخواستم این تشکر ویژه از ایشون داشته باشم بابت همراهی هم من، هم کانال خواهرم و هم همه خانواده، هم از نگین جون و نرگس جون که خیلی خیلی همه سپاسگزاریم از ایشون بابت کامنت های بسیار پر انرژیشون. و خانم زهرا بنی هاشمی و پسر 14 سالشون به نام پارسا که فرمودن که تماشای برنامه های ما رو دارن و دنبال میکنن همه یه کلیپ ها رو، و پارسا جون از من خواسته بود که یه کلیپ هم از لیدی بگیرم که گفتم چشم، حتما یه کلیپ از لیدی میگیرم و جمع‌آوری میکنم و به سمع و نظر شما میرسونم. و خانم فرنوش منتظری عزیز از تورنتو کانادا، فرنوش جان خیلی خیلی به من لطف دارن، خیلی با محبتن، کامنت هاشون رو خیلی دوست دارم. ایشون هم همراه دخترشون کاملیای عزیز و پسرشون آریا و همسرشون امیرآقای گل بیننده برنامه ما هستن و من از همینجا دست تک تکشون رو میبوسم و تشکر میکنم. و خانم حبیبه عزیز از مشکین شهر واقع در استان اردبیل، ما مخلص همه اردبیلیای عزیزم هستیم، همینطور که میدونید همسر منم آذری زبان هستن و خیلی نسبت بهشون ارادت داریم. دوستان، و اما این متنی که خدمتتون عرض کردم رو خیلی دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم. برای خودم خیلی جالب بود و جالبتر از این که من هم همیشه این اعتقاد رو داشتم و یه همچین نگرشی داشتم که تونستم از زندگیم لذت ببرم و خدا رو شاکر باشم. حالا دوست دارم که شما هم این متن رو بشنوید.
روزی استادی وارد کلاس شد و به دانشجویان گفت برای یک امتحان از قبل برنامه ریزی نشده آماده شوید. استاد برگه های امتحان رو برعکس روی میزها گذاشت، سپس از دانشجویان خواست برگه ها رو بردارند. دانشجویان متعجبانه دیدن هیچ سؤالی در برگه نیست و فقط یک نقطه یا لکه سیاه در مرکز آن است. استاد که تعجب را در چهره آنها دید گفت درباره آن چه ببینید بنویسید. دانشجوها که کاملا گیج شده بودن شروع به نوشتن کردن، چون واقعا چیزی در کاغذشون نبود. در پایان کلاس استاد تمام برگه ها را گرفت و با صدای بلند شروع به خواندن کرد. همه آنها بلا استثنا نقطه سیاه و موقعیت آن در صفحه را توصیف کرده بودند. خواندن همه برگه ها که تمام شد، کلاس در سکوت فرو رفت. استاد شروع کرد به توضیح دادن. من در این امتحان نمیخواستم به شما نمره بدهم. فقط میخواستم موضوعی برای تفکر داشته باشید. هیچ یک از شما درباره قسمت سفید کاغذ چیزی ننوشته بود. همه توجهات به نقطه سیاه بود. درست مثل زندگی واقعی. همیشه اصرار به تمرکز روی نقطه های سیاه داریم. مثل بیماری ها، بیپولی، مشکلات در روابط با اعضای خانواده، ناامیدی از یک دوست و غیره. نقطه های سیاه در مقایسه با داشته های من در زندگی بسیار کوچکند، اما اجازه می دهیم ذهن من را آلوده کنند. چشم از نقطه های سیاه زندگی بردارید و از نعماتی که به شما داده شده و از لحظات زندگیتان لذت ببرید. خوشحال باشید و زندگی را با عشق سر کنید. این متن برای خود من خیلی خیلی جالب بود و دوست داشتم که شما هم با تفکر این متن رو گوش بدید. خب دوستان، اینم از هوای ابری و بادی امروز ما که صبح آفتابی بود، بعد یه دفعه هوا به هم پیچیده و نمیدونم میخواد بارون بیاد یا نه. به هر حال تو این هوا این باقالی هم میچسبه. من اینو کشیدم آوردم از تو آبی که داشت، منتها از آبی که فلفل و زیره دارم میتونید بریزید داروش که برای استفاده میل کنید. و اینکه اگرم نمیخواد که دیگه خیلی طعم دار باشه، فقط اون طعمی که به خورد باقالی رفته به نظر من کافیه. حالا من از این سرکه بالزامیک دارم اینجا، این سرکه بالزامیک میریزم روی باقالیمون. حتی من خیلی بیشتر دوست دارم، پس بیشتر میریزم. عاشق سرکه بالزامیکم، با یه قاشق کارم کار نمیشه. بعد اینجا گلپر رو داریم که یار و یاور همیشگی باقالی و عدسی و اینا تو زمستون گلپره. گلپر به خاطر اینکه طبع گرمی داره برای این حبوباتی که مقدار سردی دارن خیلی خوبه. در ضمن یه چیزی هم که از دوستان شمالیمو یاد گرفتم، نارنگی و پرتقال اگر ترش باشه حتما با گلپر خورده میشه تو شمال، که هم خیلی گلپر و نمک میریزن توی نمک پاچه‌ای که سوراخ‌های درشت داره، بعد روی پرتقال اینا میریزن، خیلی خوشمزه است و سردی پرتقال رو میگیره، طعم خیلی خاصی بهش میده. بعد گلپرم که دیگه به طور سنتی ما برای ادویه‌ای که حبوبات، برای غذاهایی که حبوباتی هست استفاده می‌کنیم. حالا من بخورم از این باقالی ببینم چه جوری، هم با پوستش میتونید بخورید هم بدون پوست. طعمش خیلی مرکه است.
پیشنهاد میکنم درست کنید. اینو من خودم یه بار میخواستم باقالی درست کنم، به خاطر اینکه یکم چون من عاشق طعمای مختلفم، یکم خواستم طعمش بهتر بشه، توی آبش زیره فراوون و فلفل و نمک ریختم و خیلی خوشم اومد. گفتم اینم من با شما به اشتراک بذارم، انشالله که درست کنید و در کنار خانواده لذتشو ببرین. اینم که بلانچ آماده فریز کردن و داخل زیپ کیف گذاشتنه و خیلی راحت میتونید ازش استفاده کنید. حتی اگر باقالیتون پزا باشه دیگه لازم نیست که با برنجتون بریزید بپزه یا جداگانه بپزه، یعنی به محض اینکه خواستین برنج آب کشی کنید باقالیش هم ریزید داخلش. تمام. خب دوستان، رسیدیم به پایان برنامه‌مون. امیدوارم که این برنامه هم براتون مفید واقع شده باشه. از همراهیتون و از نگاه مهربونتون خیلی خیلی سپاسگزارم. خواهش میکنم با کامنت ها و لایکاتون بنده رو همراهی بکنید و هر چقدر که این کانال رو به دیگران معرفی کنید و پشتوانه و حمایت کنید، همونقدر ما با قدرت بیشتر در خدمتتون هستیم. خیلی دوستتون دارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. خالدون افیوانی خالدون دوست داریم تا دنگوله رو بزنید تو خدا فرسینید.